فصل پانزدهم. ای برادران، اکنون می‌خواهم مژده‌ای را که قبلاً به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر با آن متوسل باشید، به وسیله آن نجات می‌یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مردند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند و آخر همه خود را به من که در برابر آنان طفلی نارس بودم ظاهر ساخت. زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم، اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم. و فیضی که او نصیب من گردانی بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، اگرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این از آنچه همه ما اعلام میکنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ دادیم. زیرا اگر مردگان زنده نمی‌شوند، مسیح هم مسلماً زنده نشده است. و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته، ایماندارانی هم که مردند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود زنده می‌شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوت‌ها و قدرت‌ها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد، او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است، ولی البته معلوم است که عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیست که پسر خداست، خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چه عده‌ای از طرف مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر مردگان اصلا زنده نمی‌شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می‌گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون به اتحاد شما با خداوند عیسی مسیح افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شدم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم، چه چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس
بخوریم و بنوشیم زیرا فردا خواهیم مرد. گول نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید. زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرم ساری شما می گویم. شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند. ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید، آن زنده نخواهد شد مگر اینکه اول بمیرد. و آنچه میکاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، وان هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا بر طبق اراده خود بدنی به آن میدهد و به هر نوع تخم بدنی مخصوص میبخشد. گوشت همه موجودات زنده یک جور نیست، گوشت آدمیان یک جور است و هر دست از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آنها نیز با هم متفاوت است. زیبایی خورشید یک جور است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است و آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است. آنچه که به خاک می رود ذلیل و خار است، آنچه بر می خیزد پر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص کتاب مقدس می فرماید اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آنچه روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیهند و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت، زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با حیات پوشیده شود، آنچه کلام خدا می‌فرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهرآگین می‌شود و گناه از شریعت قدرت می‌گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.